تو و امثال تو را مقتول میکردن. صدا تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما درود هم میهنا، با یکی دیگه از برنامه های زاگرس با شما هستیم. این هفته همراه ما شهرام سبزواری از آلمان و جناب سرهنگ فریدون عزت‌ستا از امریکا با ما. به هر دو عزیز سلام. جناب عزت‌ستا درود بر شما و همه بینندگانتون، در خدمت شما هستم. درود جناب شهرام سبزواری عزیز. درود حامد جان، درود به جناب عزت‌ستا کاپیتان پیشکسوت بزرگ و خوشحالم که این هفته فرصتی شد در خدمتتون باشه. جناب عزت‌ستا، تقویم مرداد ماه سنگینیش به سمت خاندان پهلوی است، معماران ایران نوین. هم در عرصه علم، دانشگاه، راه آهن، خدماتی که در راه ها و جاده سازی ها و سد سازی ها و بخش های عمرانی داشتن، و همینجور ارتش نوین ایران که خب حاصل دسترنج دست کم 5 دهه بود آن زمان، میراث رضا شاه فقید و همینجور امکانات و تجهیزاتی که در زمان محمد رضا شاه فقید برای ارتش تهیه شد. شما خب یکی از ستارگان نیروی هوایی بودید، از نزدیک دست کم 30 سال، آن هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب دوران جنگ رو دیدید. در شبکه‌های اجتماعی خیلی از جوان‌هایی که حتی در اون دوره به دنیا نیامده بودند، یکی از تمرکزشون در واقع از موضوعات روی قدرت ارتش ایران، نیروی نظامی ایران بودش در دوران پهلوی. مشاهدات شما از نزدیک چیست؟ چه تفاوتی بین آن دوران و بعد از انقلاب و حتی امروز، هم از نظر پرسنل نیروی انسانی و هم از نظر تجهیزات، شما چه می‌بینید؟ براتون می‌رسونم که همونطور که مسبوق هستید، تقریبا زمان خیلی کوتاهی، شاید 1-2 هفته پیش، ما 100 سالگی نیروی هوایی رو یک جشنی در آمریکا گرفتیم که خب بسیار هم جشن باشکوهی بود، که شاهزاده هم افتخار اینو داشتیم که در اون جشن شرکت کنم. همونطور که یک درخت رو شما به نام میوش میشناسین، میگین مثلا فلان درخت سیبه یا یک درخت یا یک بوته ای هست که گل یاس میده، ارتش هم در زمان شکوفاییش، در زمان شاهنشاهی بود تا اونجایی که من در ارتش بودم. بنابراین ارتش شاهنشاهی که من بیشتر در نیروی هواییش تکیه میکنم، چون من تمام خدمتم تو نیروی هوایی بود و به حال دیتیل خیلی از مطالب رو در نیروی هوایی بهتر آشنا هستم. 100 سال پیش، حدوداً 100 سال پیش، به دست توانای بنیانگذار ارتش نوین ایران، رضا شاه کبیر، بنیانگذاری شد به نام ارتش شاهنشاهی ایران. در اون زمان خب خیلی خیلی محدود بود امکانات هواپیمایی، همونطور که مسبوق هستین هواپیماهای خیلی خیلی قدیمی، و از زمانی که من یادم میاد که تقریبا میتونم بگم که ریفر بکنم به سال 1340 که من وارد ارتش شدم، که در خدمت نیروی هوایی شروع کردم به آموزش و آموزش دیدم. اون زمان ما فقط یه تعداد هواپیماهایی داشتیم که خیلی قدیمی بود، هواپیمایی که در جنگ کره شرکت کرده بود، به عنوان مثال هواپیمای F-836 و هواپیمای F-84، و در اون زمان ما 2 پایگاه بیشتر نداشتیم. همونطور که عرض کردم، این ارتش شاهنشاهی مثل یک درختی که 100 سال پیش برای ما کاشته شد، ما این درخت رو پرورش دادیم، به مرحله واقعا باروری رسوندیم و بهره‌برداری هم ازش کردیم. زمان شکوفایی زمانی مشخص شد که ما در مقابل هجوم بیگانگان قرار گرفتیم، که همونطور که مسبوق هستیم 8 سال جنگیدیم
که واقعا هر لحظهش غرور آفرین بود برای تمام پرسنل ارتش، به خصوص پرسنل نیروی هوایی و خانواده های آنها. ما به دنیا نشون دادیم که در این مدتی که حداقل من یادم میاد از سال، یعنی حدود 60 سال پیش، در حدود شاید 8-9 سال 10 سال اولش که من یادم، یعنی از سال 40 تا 50، به سری هواپیماهای قدیمی F-84 و F-86 و هواپیماهای T-6 هاروارد و هواپیماهای T-33 ترینینگ و اینها چند سال اوائلی که من در خدمت من در نیروی هوایی بود، و بعدا تقریبا میشه گفت که از سالهای 1345-46 به بعد که هواپیماهای سوپرسونیک وارد خدمت نیروی هوایی شد، هواپیماهای F5 و F4 و F14 و انواع هواپیماهای ترابری، هم از هواپیماهای 747-747 ما بهترین فلیت هواپیمایی ترابری دنیا رو داشتیم و بهترین آموزش ها رو دیدیم، بهترین هواپیما در اختیارمون گذاشته شده بود، سیستممون هم سیستم غربی بود و نمونش هم نمونه تمام اون بهره برداری ها و باروری این درخت 100 ساله را هم در جنگ به نحو احسن پرسنل با فداکاری ها و رشادت های لازم نشون دادن که امروز خوشبختانه نام ایران بلند آوازه است. حالا اگر در قسمت به خصوصی مورد نظرتون هست، من حتماً برمیگردیم به شما. شاید قبل از اینکه به بحث امنیتی برنامه، هم در مورد بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شعبمون در چند تا شهر دیگه آلمان بپردازیم، به هم راجع به امنیت بازی المپیک که به نوعی دست کم مقامات اسرائیلی میگن که یک سر از تهدیدات جمهوری اسلامی است، یک پرسش در مورد ارتش بکنم. در ایام انتخابات، هم دور اول هم دور دوم، به خصوص در شهرهایی که پادگان ها خب بخشی از پرسنل ترک تبار هستن، مثلا تبریز، میانه و اون طرف ها، خیلی تبلیغات میشد از اینکه اگر مسعود پزشکیان رأی بیاره وضعیت خانواده ها در ارتش بهتر میشه، حقوق پرسنل یا اون طرحهایی که قراره برای اضافه حقوق باشه. آیا واقعا آمدن مسعود پزشکیان یا هر رئیس جمهوری میتونه اینقدر رو پرسنل تاثیر داشته باشه رو معیشتشون یا تبلیغات؟ نه، این یه شعاف بود برای اینکه بتونن رأی جمع کنن و بازم وعده های پوشالی. رئیس جمهور کاری نیست که بتونه اشل حقوقی رو بالا ببره یا پایین ببره. اولا باید مصوب داشته باشه، بعد ردیف بودجه داشته باشه، بودجه کل کشور تصویب بشه، بعد بیاد اگر تغییری ایجاد بشه. حالا هم که پزشکیان اومده میگه من اصلا وعده بعیدی به اون شکل ندادم. اصلا بحث بودجه که مثلا بخوان حقوق ارتشیان رو اضافه کنن یا اضافه نکنن، تقریبا میشه گفت رئیس جمهور درش هیچ دخالتی نداره. شما اگه دیده باشید سالیان گذشته هم که همین فرزند ملا آقای موسوی وقتی که میخواست بودجه بگیره، حتی اون وام های قضایی رو برای پرسنل ارتش بگیره، میرفت به مجلس و با مجلس صحبت میکرد، یه بودجه بهش میدادن، همون بودجه رو میآورد که آخرم بهش گفتن زمین بفروشید یا از عواید داخلی پادگان ها شروع کنید بدید. یعنی هر آنچه که شاهنشاه فقید برای ارتش تهیه کرده بود، یعنی بهترین زمین ها، بهترین مکان ها رو برای لشکرها و برای پادگان های ارتش در نظر گرفته بود، همه رو امروز دارن میفروشند به بهانه‌های مختلف، مثل سردخونه هایی که در آبیک بود، مثل پایگاه پادگان لوجستیکی که آمادگاه اصلی و عمومی آبیک بود، دارن میفروشن، به فروش گذاشتن، یا هوانی روز کرمان همینجور بهترین مرغوب ترین زمین ها بود و از اون پولا دارن ارتش رو میگردونن. همینجوری که میدونی ارتش هم فعلا یه جورایی هر دوره دارن دنبال خلسلاش میرن، اواخر هم که ناوا رو دارن میزنن، خودشون میزنن، میگن که غرق شد یا ناخواسته غرق شد، سپاه میزنه برای اینکه نیروی دریایی ارتش رو خلسلا کنه. این بحث هم مال امروز و دیروز نیست، از اول 57 این بحث ادامه داشته. ما 65 داشتیم که با اون عملیات
سرتیب آذرفر و گردان جنگاوران ارتش از انحلال گذشته و 89 آخرین تصمیمی بود که همین روسی سازی ارتش ایران یا میشه گفت کوچیک کردن چابک سازی اسمشو گذاشتن، تیپا و لشکرها رو از بین بردن، تیپا رو مستقل کردن، لوجستیک رو از بین بردن و اثرش رو امروز داریم تو جنگ اوکراین میبینیم. ارتشی که لوجستیک نداشته باشه چجوری میشه؟ سربازا همینجوری پرپر میشن بین دو جبهه بدون اینکه آذوقه بهشون برسه، مهماتی برسه یا تامینی برسه. وقتی که لشکری وجود نداشته باشه، تیپ ها مستقل باشن، سردرگمی نیروها هم وجود داره، لوجستیک اونا سخت میشه، پراکندگی نیروها زیاد میشه. اصلا این طرحایی بوده که دادن برای خل سلاح کردن ارتش و آینده خوبی نداره اگه ارتشی ها به فکر نیفتن. این وعده وعیده هم که حقوق اضافه میکنن اینا، هم من میدونم که سالیان ساله، هم شما میدونی که اینا فقط وعده است در حد یه مبلغ خیلی ناچیزیه، اونم برای اینکه بتونن سکوت بیارن یا یه همراهی یه جورایی میشه گفت بگن ما به فکرتونیم، اونم که دروغ. بین صحبتات اشاره کردی به سانحه ناو سهند حدود تقریبا کمتر از یک ماه پیش. یه آماری هستش، در 5 سال گذشته به صورت میانگین سالی یک سانحه سنگین برای نیروی دریایی ارتش بوده. من یه اجمالی نوشتم، انفجار ناو پشتیبانی خاک خرداد 1400، خودزنی قبلش هم بوده، قبلش هم بوده، این 5 سال اخیر رو میگم، ناو دماوند هم میتونه، بله ناو دماوند بوده، بندر انزلی دیماه 98 و این زیردریایی دو سه مورد داشتیم و همینجور این ناو سهم. این رویدادهایی که در نیروی دریایی میفته خیلی نمیشه گفت تصادفیه، نظر شما چیه؟ نیروی دریایی ایران تنها نیروییه که داره در حالت صلح تجهیزاتش رو از دست میده. یعنی به چه شکل عرض میکنم خدمت شما؟ به این شکل که یه دفعه مثلا ناو کنارک یا ناو ناوچه پشتیبانی کنارک رو میزنن، در صورت که 19 تا از مهندسین ما سوار اون ناو بودن، به اسم آزمایش موشکی، جایی که هدف و قرار هدفی که حدود 200 کیلومتر فاصله داشته با ناو کنارک، جایی که اونو هدف قرار بدن، پاشنه ناو رو زدن و پاشنه ناو رو وقتی بزنن یکی از حساس ترین جاهای ناوه، تقریبا میشه گفت تمام مهندسینی که داشتن اونجا تحقیقات میکردن از بین رفتن. و بدتر از اون میدونید چیه؟ 72 ساعت این ناو میسوخته روی روی خلیج فارس و اینها به دادشون نمیرسیدن، جوری شده که ماهیگیران محلی به دادشون رسید. یا ناو پشتیبانی خارکی که شما فرمودی، ناو آموزشی ماست، یعنی یک ناو خیلی بزرگی بوده، ناوی بوده که دانشجوهای نیروی دریایی با توجه به وضعیتی که ما داریم رو اینها داشتن آموزش میدیدن و بدون علت تو بندر جاسک منفجر میشه و میپره. یه برهه‌ای میگفتن نمیدونم خرابکاری فلان، نه اصلا بحث خرابکاری نیست، اگرم خرابکاری باشه اونیه که میخواد نیرو دریایی بدتر رو داشته باشه. 4 تا قایق تندرو داره، بارها فشار به ارتش آورده که ادغام صورت بگیره ولی پرسنل ارتش زیر بار نرفتن و امروز میبینیم که داره دونه دونه کشتی‌های ناوهای نیروی دریایی رو حذف میکنه و سلاح اصلی یک نیروی دریایی یا اون ردبندی نیروی دریایی میشه گفت بر ناوهاشه. وقتی ناوشو نداشته باشه، ناو سهند یک ناو کلاس الونده، الوند انگلیس یا اسمشو گذاشتن کلاس موج، الان ناو سهند رو وقتی حذف میکنه، خب لنگش هم دماوند هم حذف کردن تو بندر پهلوی، به همین شکلی که عرض میکنم کنار ساحل یک کنار موشکن ناو یهو دوچار آتش سوزی میشه و میخوره به موشکن، حالا به هر دلیلی میگن تلاطم دریا بوده که اصلا همچین چیز غیر ممکنه واسه یک ناوی تو کلاس الوند. و 3 تا از بهترین تکاوران دریایی اونجا کشته میشن جوری که میخواستن ناو رو نجات بده. حال جالبتر میدونی چیه؟ جالبتر اینه که اومدن ناو دیلمان رو ساختن تو همون کلاس بذارن جایگزین دماوند کنن، ولی رادار نداره، یعنی یک راداری براش تهیه دیده بودن به اسم چشم عقاب
این رادار رو صنایع دفاع در اختیار ارتش نذاشته، ناوی هم که رادار نداشته باشه اصلا انگار چشم نداره، انگار هیچی نداره. این اتفاقات داره میفته و تقریبا میشه گفت نیرو دریایی ارتش رو که رانده بودن به دریای عمان، از خلیج فارس بیرونش کرده بود سپاه، به دریای عمان داده بود به خاطر اون مراوداتی که داشت و دوست نداشت ارتشی ها اینجور چیزها رو بدونن، یه جورایی دارن خل سلاش میکنن که اگه فردا روزی چین و روسیه وارد چابهار ایران شدن، وارد جزایر ایران شدن، نیروی دریای ایران قدرت مقابله با اینا رو نداشته باشه، چون هنوز که هنوزه از ارتش ایران میترسن و این ترس نهادینه شده توی جمهوری اسلامی و فکر کودتا رو نمیتونن از سرشون خارج کنن. نمیدونم یه ویدیوی هستش مربوط به صحبت‌های حسن روحانی ابتدای انقلاب در مجلس شورای اسلامی دنبال انحلال ارتش و اعلام فرماندهان و بازنشسته است. اگر اون آماده باشه پخش کنید. اون بعد از کودتای نوژه است. بله. بعد از بله. شهرتی اگر اون آماده باشه پخشش بکنیم، یکی دو سوالم از جناب عزت‌ستاه مطرح کنیم راجع به این ماجرا. مسئله زنا، قرآن میگه ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. نکته ای که در اینجا لازم اشاره بکنم این که بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم عده ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توطئه میکنن، عده داخل کشور هستند و حقوق بازنشستگی میگیرن، باز هم مشخص است دارن چه کار میکنن، عده دیگر هم اگر توطئه نمی کنن و سالم هستن حداقل حقوق بازنشستگی کامل به اونها پرداخت نشه، معلوم نیست اونها در رژیم سابق خدمتی کرده باشن، حداقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن و نه بیشتر. این صلاح نیست که از مال این مردم مستضعف به یه مشت امیر بازنشسته داده بشه و اونها هم در خارج کشور توطئه بکنن. راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنن و اینا خطرناک هستند، متاسفانه توجه نشد و در این کودتا هم نقش عظیم رو اونا داشتن. متاسفانه بعضی از دوستان نماینده ما همچنان با همان شور و هیجان به ارتش حمله میکنند. همان کسانی که این توطئه رو کشف کردند در داخل ارتش بودند. بنابراین کوبیدن ارتش به طور کلی عمل صحیحی نیست. ارتش عملی است. خوبه بریم آمشون. بله. دیدید جناب عزت‌ستا این ویدیوها رو. پرسش اینجاست در اون دورانی که شما خط مقدم می‌جنگیدید و مأموریت‌های سنگین بود در مقابل ارتش مجهز صدام، آیا علائمی رو میدید از اینکه پشت جبهه حالا احیانا خیانت هایی بشه، کمکاری هایی بشه، یا چوب لای چرخ بعضی از عملیات های ارتش گذاشته بشه؟ چون روایت زیاده، مشاهدات شما چه بود؟ درست برسنم همونطور که الان صحبت شد، آیه سبدواری هم به قشنگی تشریح کردن، در نیروی هوایی به طور کلی در ارتش هر کسی که از اون روز اولی که وارد ارتش میشد تکلیفش معلوم بود، وظایفش معلوم بود. به طور کلی ارتش یک جزئی، یک قسمتی از ملت همیشه بوده و هنوزم هست، یعنی باید باشه، و ارتش یک وسیله‌ایه در دست سیاستمدار. در قبل زمان قبل از انقلاب تکلیف ما هر کسی همونطور که گفتم معلوم بود، از اون سربازی که میخواست وارد نیروی هوایی بشه یا وارد ارتش بشه میدونست که باید 2 سال خدمت کنه، هر روز خدمتش معلوم بود چجوریه، چقدر آموزش میبینه، نمیدونم چقدر آموزش با اسلحه میبینه، چه مدارجی رو طی میکنه و کارش چیه، و تا زمانی که خدمتش تموم میشه پایان خدمت میگیره. به همین صورت بود در تمام رده های فرماندهی، بودیم chain of command، رده های فرماندهی از روزی که یک دانشجو به عنوان دانشجو خلبانی وارد نیروی هوایی میشد تکلیفش معلوم بود، چه مدت در ایران دوره میبینه، چه مدت در خارج دوره میبینه، چه مدارکی رو میبینه، و تکلیفش هر موقع مشخص بود. یک نفر خلبان نمیشد مگر اینکه نشون میداد که کیپبل هست برای گذراندن اون دوره.
خلبانی هرگز فرمانده نمیشد مگر اینکه لیدریش رو ثابت میکرد و نشون میداد که لیدر هست، یعنی قادر هست یک دسته دو فروندی یا سه فروندی یا چهار فروندی هواپیما رو در آسمان هدایت بکنه. این خلبان هرگز فرمانده گردان نمیشد مگر اینکه تخصص اون نوع هواپیما رو میدید، حالا یا در خارج مملکت یا در داخل مملکت. به همین طریق رئیس عملیات نمیشد، جانشین پایگاه نمیشد، فرمانده پایگاه نمیشد، تا میریم تا آخر سلسله مراتب. خب این تکلیف هممون معلوم بود. انقلاب همه چیز وارونه شد، همه چیز آپسایدان شد. در وهله اول که یه تعدادی از فرماندهان ما رو گرفتن تیربارون کردن که ما نفهمیدیم که جرم این هواپیما این فرماندهان چی بود. هنوزم 50 سال گذشته برای من ارتشی مشخص نیست که تعدادی از فرماندهان ما که تا اونجایی که من یادمه جز خدمت و وفاداری به ملک و ملت کار دیگه ای نکرده بودن، اینها به چه ترتیب از ما گرفته شد، گرفتن و ما رو بدون سرپرست رها کردن. عناوین مختلف، کسای مختلف، هر کسی اومد از فرماندهان کل قوا گرفته، فرماندهان ارتش، نیروهای زمینی رو در پادگان ها نگر داشتن، یعنی حبس کردن، به علت اینکه میگفتن اینا اگه بخوام برن بیرون میرن کودتا میخوام بکنن. این مال نیروی زمینی. نیروی هوایی هواپیمامون نه قطعه به همون میدادن، نه مینتنت رو درست حسابی داشتن، نه به عناوین مختلف بهترین مکانیکسیان همون، بهترین تکنیشن همون حالا یا نبودن یا اخراج شده بودن یا پاکسازی شده بودن یا به هر دلیل کیشکی سر جاش نبود. در جریان گروگانگیری که حالا اونا دیگه خارج از بحث ماست، گروگانگیری اون چیزی که سهم ما شد گیر ما اومد ضعیف کردن ارتش و نیروی هوایی بود. سفارت آمریکا رو اشغال کردن، ما دیگه هیچ گونه پشتیبانی از نظر ساپورت هواپیما نداشته. تمام مراحلی که خب اینا صحبت ها شده به همین به یک صورت فلوی مثل که یه برنامه ریزی بسیار خیلی منظم و دقیق که احتمالا ریشه های خیلی عمیقی هم داشت اجرا کردن تا زمانی که عراق اومد به ما حمله کرد. اتفاقی افتاد که ما هرگز تصور نمی کردیم که این اتفاق بیفته. نه تنها اون ارتش عراق اون چیزی بود که ما برای آموزش در مقابلش دیده بودیم، خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم مواجه شدیم باهاش و در طول زمان هر چی نیاز داشت نیازمندی هاشو من اینجا صحبت کردم. مثلا مثل هواپیمای میراج F1 یه دفعه این اصلا جزء فلیت هواپیماها یا سیستم های هواپیمایی بلوک شرق شوروی نبود، ولی هواپیمای میراج اومد وارد فلیت فرض کنید که نیروی هوایی عراق شد. منظورم اینه که ما با یک نیروی هوایی رو در مقابل ما مجهز کردن، از این بر ما هم تا اونجا که میتونستن همه چیمونه گرفتن، از فرمانده همون بگیریم تا همینجوری بیان به سلسله مراتب به پایین تر برسن. ولی در اول ما چجوری در مقابل این آقایون بایستدیم؟ فرماندهان پایگاه علاوه بر این که واقعا اون تبحر خاصشون رو باید اعمال میکردن در مقابل یک دشمن تا دندان مسلح، از این بر یک نماینده ای هم از طرف فرمانده کل قوا در هر پایگاهی به عنوان مثال این رو حرف میکنم، هر کدومش دیتیل های خیلی زیادتری دارن، یعنی به ما اعتماد نداشتن، ضمن این که مجبور بودن ما رو داشته باشن برای اینکه مون پایگاه اداره بشه. هر پایگاه ما حداقل 6000 نفر 7000 نفر پرسنل داشت و ما 10 تا پایگاه داشتیم در شروع انقلاب. همونطور که صحبت شد ما در زمانی کمتر از 10-12 سال از 2 تا پایگاه خیلی خیلی محدود رسیده بودیم به 10 تا پایگاه مجهز. خب اینا باید اداره می شد.
علاوه بر همه این حرفا، حالا بغل بنده مثلا پرسته بنده فرمانده یه پایگاه بودم، ولی یه نمیدونم یه فرمانده دیگه ای هم بغل دست من گذاشته بودم به علتی که به من اعتماد نداشت. این شرایط فرماندهیمون بود، یعنی چین آف کماندمون رو از ما گرفته بودم، پرسنلمون رو گرفته بودم، فرمانده ها رو گرفته بودم، نمیدونم در هر لولی که دیگه شما بهتر میدونید. اما از اون طرف همونطور که عرض کردم، این درختی که ما در مدت 100 سال بارورش کرده بودیم، اگر درخت میوه بود که بهترین میوهش رو شما دیدین، ما سیانت در خلیج فارس داشتیم، کسی جرأت داشت که تو خلیج فارس مثلا کشتی رانی ما رو چوب لاچرخش بذاره؟ با همون چیزی که داشتیم این اجازه رو به هیچ قدرت نیروی دریایی نه تنها کشورهای خلیج، خلیج فارس که سواحل خلیج فارس مثل دبی و کویت و شش احوال امارات متحده عربی و عربستان و غیر ذلك، اینا هیچ کدوم ادعایی به اون صورت نداشتن. ما آزادی کشتیرانیمون رو در تمام مدت جنگ در خلیج فارس با چنگ و دندون نگه داشتیم، صدور نفتمون رو نگذاشتیم قطع بشه، آزادی کشتیرانی رو از بنادر و خلیج و جزایر واقع در خلیج فارس به نحو احسن نگهداری کردیم. از اون ور در مقابل تهاجم، در حقیقت میتونم بگم که تمام دنیا کمک داشتن میکردن که به آقای صدام حسین که کارشو بتونه انجام بده. ما هم در همون شرایطی که خب این بارها صحبت شده که ازمون گرفته بودن، قطعات یدکی تا اونجایی که میتونستیم میساختیم، تا اونجایی که میتونستیم بالاخره فراهم میکردیم. ما هوا ما 70 تا 80 تا F-14 داشتیم و تمام برتری هوایی رو در تمام طول جنگ تا آزادی خرمشهر که حداقل من شاهدش بودم، نه یک وجب از خاک مملکتمون رو گذاشتیم زیر پای چت اجنبی قرار بگیره و نه آسمان کشورمون رو اجازه دادیم کسی وارد این آسمان کشور بشه، نه در نیروی دریاییمون یعنی آبهای جنوب مملکت رو اجازه دادیم کشتی اجنبی وارد اون مملکت بشه. این بهترین بهره برداری از اون درختی که 100 سال پیش بر ما کاشته شده بود ما کردیم. حالا اگر از کدوم قسمتش رو شما میخونن، من واقعا دیتیلش برمیگردیم. ممنون از شما. یه 4-5 دقیقه آگهی رو ببینیم، نیمه دوم برنامه رو ادامه میدیم. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژناکیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، هوارایلند، دوبروونیک، رفت و برگشت، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس و همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 15 آگست. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید.
شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جیل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون جیل ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جیلویز آگهی می دهید، همه ی بینندگان جیلویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در جیلویز آگهی شما در کانال‌های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده، این تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به جیل ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آورده‌اند. Hi, I'm Timothy Morson and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده. هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. خسته نباشید مجدد به شما. شهرام، در بخش دوم میخوایم به یک رویدادی بپردازیم که پیش بینی میشد که اتفاق بیفته، اما خب با توجه به بی‌اعتمادی که دست کم مردم ایران به دولت‌های غربی دارن، انتظارش نمیرفت که به این زودی اتفاق بیفته. بسته شدن مسجد امام علی در هامبورگ، مرکز اسلامی مسجد فیروزه‌ای معروف بود، بر اساس گزارش که نهادهای امنیتی آلمان دادن شده بود مرکز جاسوسی. خودت هم دیدم در توییتر خیلی بهش پرداختی. ترویج افکار خامنه‌ای، حمایت از تروریسم حزب الله. راجع به اون چه میدونی؟ چه کار میکنه جمهوری اسلامی که بازوهاش رسیدن به آلمان و اروپا، فرانسه، سایر نقاط؟ سازمان امنیت داخلی آلمان این مسجد و مسجد آبی که معروفه و مراکزی که وابسته به این هستن، حدود 50 تا ساختمون هست که با این در ارتباطن، 50 تا خیریه و ساختمون‌های دیگه که با این مسجد آبی در ارتباط بودن، از سال 2011 زیر نظر داشته حرکتاشون. 2016 بیشتر شده فعالیت. سال گذشته یه همچین هجومی داشتن، حدود 400 هزار یورو پول نقد از مسجد آبی در آورده بودن و داشتن بررسی میکردن که دوباره مجددن دو این فعالیت هایی که مسجد آبی داشته، امسال که یوروش بردن باز دوباره 100 هزار یورو پول نقد در اومده از اونجا. همونجور که خودت میدونی تو اروپا اصلا داشتن پول نقد یه جورایی میشه گفت براشون خیلی سنگینه و اینکه حتما خلافکاری پشتش هست و حمایت های آشکاری که از گروه های تندرو در آلمان داشته، به اضافه این که تایید کردن گروه هایی که توسط دولت آلمان گروه های تندرو و تروریست شناخته شدن، مثل حماس، مثل
حزب الله لبنان، اینا گروه های تروریست هستن و این مسجد آوی به صورت علنی از اینا حمایت کرده. در گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان در سال 23 باز اومده که دست هایی از جاسوسی از حملات سایبری که ایران نقش بزرگی در اون داشته به کشور آلمان بوده، جاسوسی از افراد و اپوزیسیون ها، یک چالش بزرگی میشه گفت کشور ایران برای امنیت داخلی آلمان آفریده. اینها رو که کنار هم بذاریم باعث شد که یورش ببرن چند روز گذشته به مرکز اسلامی و هر 50 تا مرکز رو ببندن، اموال مسجد آبی رو هم توقیف کنن و دنبال عناصرش هستن. سال گذشته معاون مسجد آوی رو از آلمان اخراج کرده بودن. اینا همه مراحلی است که امنیت داخلی آلمان پیگیرش هست و این بخشی بود که میشه در فضای عمومی گفت خیلی گسترده تر از ایناست و داره تحقیقات کامل تر میشه. یه پرسش کوتاه، آیا میشه امیدوار بود که زمینه ساز قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اروپا باشه؟ 100%، چون هفته های گذشته لایحه همین تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران با توجه به عملیاتی که در آلمان داشتن، دو سه تا کنیسه یهودیان رو حمله کرده بودن یا تو برنامه داشتن از اتباع خارجی حتی استفاده کرده بودن در کشور آلمان، لایحه شد سازمان امنیت داخلی و وزیر کشور آلمان داده به اتحادیه اروپا برای اینکه سپاه پاسداران رو تو لیست سازمان‌های تروریستی قرار بده و تقریبا میشه گفت بازوهای سپاه رو در کشور آلمان و اروپا قطع کنه. جناب سرهنگ ایزدستان، در بخش اول به یک نکته مهمی اشاره کردید که شرح وظایف ارتش در همه جای دنیا مشخصه و این سیاستمداران هستن که باید مأموریت اون رو بر اساس منافع اون کشور و منافع ملی در واقع تدوین بکنن. اتفاقی که باز هم اشاره کردید در جمهوری اسلامی نیفتاده. عمده بودجه ایران از سفره مردم و جوانها میزنند و صرف تقویت حزب الله و حماس میشه. یک پرسشی، در پیش از انقلاب هم مأموریت‌های برون مرزی ایران داشت. امروز مأموریت‌های برون مرزیش بدون بروگرگرد همه در راستای توسعه تروریسم. تفاوت بین آن دیدگاهی که ایران رو می‌برد بر مأموریت‌های برون مرزی پیش از انقلاب و برای منافع ملی قدرت آفرینی می‌کرد، با مأموریت‌های امروز ارتش و سپاه چیه که هر کدامشون یک برچسب تروریست پایینش خورده؟ بسیار خیلی مطلب جالبی رو شما عنوان کردین، ولی خیلی هم روشن من جوابتون رو بدم. قبل از انقلاب همه چیز، هر چیزی سر جای خودش بود، هر کسی به وظایفش آشنا بود. مثلا فرض کنید که من اگر میخواستم تو راجب مسجد اگر من سوال میکردین، فکر میکردم مسجد یه جاییه که آقایون روحانیون میرن اونجا نمیدونم راجب مذهب و دین و هر اون چیزایی که لازم بود صحبت میکنم. من مسجد یه ایده دیگه ای داشتم از مسجد. حالا میبینیم که تو مسجد مثلا فرض کنید که فلان سردار سپاه میره تو مسجد سخنرانی میکنه. حالا من نمیدونم این مسجد چه استفاده ای ازش میشه. ما قبل از انقلاب هم مسجد داشتیم، ولی هرگز ازش به عنوان انبار مهمات استفاده نمیشد. انبار مهمات جای دیگه بود. بیمارستان جای خودش رو داشت، پایگاه جای خودش رو داشت، پرسنل بعدشون معلوم بود. و من کلن به عرضتون رسوندم هیچ ماموریتی بدون، من به جرأت میگم ما 8 سال جنگیدیم که من در حدود چند سال اولش خودم شاهدش بودم از نزدیک، هیچ کدوم از ماموریت‌هایی که حالا آقای سبزواری اشاره کردن به عملیات مرواری، ما تو عملیات مرواری شاید در حدود 50 تن 60 تن بم مصرف کردیم، شاید متجاوز از 800-900 تا موشک مبریک استفاده کردیم. ما صدور نفت عراق رو تقریبا به صفر رسوندیم از خلیج فارس در عملیات مرواری. خب این فقط یه پایگاه داشت این کار رو انجام میداد و اونم پایگاه ششم بود. مسئله عملیات عکس برداریمون، شناساییمون،
مشخص بود، هر کی جای خودش بود. ما در فاصله 1500 کیلومتری 1200 کیلومتری تهران یه دونه ما واحد شناسایی داشتیم که تمام مملکت و تمام جبهه ها رو کاور میداد. در ظرف 3 ساعت اینا میرفتن هواپیما عکس برداری میکردن، برمیگشتن، عکس پروسس میشد، دوباره اینو میبردیم میبردیم تحویل لشکر میدادیم. کمتر از 3 ساعت هیچ منور به اصطلاح هیچ ماموریتی انجام نمیشد بدون اون عکس، بدون اطلاعات کی میتونه این معمولت مثلا فرض کنید که یه واحد شناسایی ما بود. مسئله پدافند رو فرمودین جدا کردن، پدافند رو جدا شد همون روز، چند روز اول ایستگاه رادار دهلوران ما رو با خاک یکسان کردن و تمام پرسنلش رو قتل عام کردن. مگر نکردن؟ ما چی کار کردیم؟ ولی در تمام طول جنگ ما از هواپیمای F-14 اومدیم به عنوان پست فرماندهی استفاده کردیم. همه دنیا نشستن تماشا کردن. ما کجا بود که در به اصطلاح نگهداری از فضا و برتری هوایی کوتاه اومدیم؟ به جای پایگاه، به جای سایت دهلوران دیگه چیزی وجود نداشت کرد. یک نفر پرسنل رو زنده نداشتن، چه اونایی که توی رودخونه افتادن و از اون طریق فرار کردن، چه از اون کسایی که شهید شدن، چه خود سایتی که به خاک یکسان کردن. تمام ماموریت ها به طور عام بدون پشتیبانی نیروی هوایی هیچ گونه موفقیتی نداشت. اگر بخواید من دونه دونه اون ماموریت ها رو اسم میبرم، به عنوان مثال آزادی خرمشهر انجام نمیشد مگر اینکه عملیات اشتری موفقیت آمیز میشد و عملیات بیت المقدس انجام میشد. عملیات بیت المقدس رو شما اگر فکر میکنید که با سپاه و بسیج و تکاوران دریایی با تمام قدرتشون، با تمام جانبازی ها و فداکاری هاشون تونستن یه ماه و نیم از این شهر پشتیبانی بکنن، نگهداری بکنن، بالاخره نیروی هوایی اومد تو کار. عملیات مروارید که اشاره کردین، سر همه اینها علتش این بود که هر چیزی، هر کسی سر جای خودش بود. حالا ماها سر جای خودمون بودیم. اون کسی که تخصص هواپیمای F4 داشت، هواپیمای F4 پرواز میکرد. فرمانده پایگاهی که هواپیمای F4 داشت باید فرمانده پایگاهی بود که هواپیمای F4 رو بلد بود پرواز کنه. به همین طریق بود برای هواپیمای F5، به همین طریق بود برای هواپیمای F14. حالا این لابلا زمین این پرسش کوتاه هم دارم جناب سرهنگ از شما، با توجه به این بفرمایید بهتون بگم، با تمام این که به ما نیاز داشتم، خودشون هم میدونستن که اگر ارتش شاهنشاهی، ما بالاخره این درختی بود که یه شبه که بارور نشده بود. این درخت حداقل توی 20 سال 25 سال پایان سلطنت به اصطلاح شاهنشاهی بارور شده بود، درسته؟ باور نکنید که بدون باور شدن این درخت هیچ کدوم از این ماموریت‌ها به مرحله انجام می‌رسید. عملیات بیت المقدس اگر انجام نمی‌شد، خرمشهر هرگز آزاد نمی‌شد. اون موقع سپاه پاسداران و نمی‌دونم بسیج و نیروهای مردمی غیر ذالک تازه داشت شکل می‌گرفت. توجه می‌کنید؟ این عرض منه. پرسش که میدونم که زمان شاید براش نباشه که بخوایم بشکافیمش، شما ساعت‌ها پرواز داشتید از جمله پروازهای برون‌مرزی. اخیراً اسرائیل در یک عملیاتی پالایشگاه نفت بندر الهدید یمن رو که حوثی‌ها اون رو به غارت می‌برند بمباران کرد. شما از برتری ایران در آسمان صحبت کردید پیش از انقلاب. خب در دوره‌ای از جنگ هم این برقرار بود، با توجه به اینکه هنوز تجهیزات ما مستهلک نشده. یکی از مقامات اسرائیلی گفت عملیات پروازی که احتمالاً هواپیمای F-35 داشتن از اسرائیل به یمن یک سیگنال برای جمهوری اسلامی بوده. آیا به نظر شما این سیگنال به گوش مقامات جمهوری اسلامی رسیده یا نه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
من کوتاه عرض بکنم خدمتون، هواپیمای F-35 F-35 این یکی از بهترین پدیده، یعنی کاملترین پدیده هواپیمایی دنیاست. اما اون هواپیمایی که میخواد بره از تل‌آویو تیک آف بکنه و بره تو ایران ماموریت انجام بده و برگرده بیاد، ممکنه این هواپیما بره، ممکنه یه دونه بمب هم بندازه، ولی این ارزش تاکتیکی نداره. من اینو قبلا هم یه جایی گفتم، هواپیمای زمانی ارزش تاکتیکیه که ما با 8 تا هواپیما مقابله با اولین ضربه هوایی رو به عراق با 8 تا هواپیما زدیم، که این نتیجه شد تو دنیا، ناظران سیاسی و نظامی دنیا تجزیه تحلیل کردن. به تعداد کافی بمب ریختیم، ما 8 تا هواپیما رو 48 تا بمب میبستیم زیرش میرفت. حالا این اگر رنجش نمیرسید که این تعداد مهمات کافی ببره، حالا شما نمیدونم F-35 رو برسونید، مگر اینکه حالا اینجا مثلا عربستان سعودی یک هماهنگی هایی بکنه که این هواپیمایی که از تل‌آویو بلند میشه بره اونجا بشینه، به هر حال یک تجدید مهمات بکنه و بعد با مهمات کافی بخواد بره ایران. اینا در نظر بگیریم که به هر حال حوثی ها پدافند کاملی رو ندارن برای دفاع در مقابل F-35. اجازه میدی یام جان؟ حتما اگر کوتاه بگید سوال این حیثیتی، حالا بذار این حیثیتی، آخه اصلا این عملیاتی که اسرائیلی ها انجام دادن قابل مقایسه با ایسه نیست. تو یک فضای آرام، تو یک پرواز امن، چند تا F-35 بلند شدن با پشوانه F-16 رفتن تو راه، بین راه سوخگیری کردن، رفتن رسیدن به یمن، بمباران کردن بدون پدافند، دوباره برگشتن با هماهنگی که با عربستان داشتن رو دریای سرخ دوباره سوخگیری کردن و رفتن تل‌آویو نشستن. بچهای ما کاری که کردن رو خط مرزی تو فواصل بین، یعنی چاله بین پرواز نظامی و پرواز بین المللی پرواز کردن، رفتن با 8 فروند حدود 48 فروند هواپیمای عراقی رو تو دورترین نقطه‌ای که عراق میتونست تصور کنه قرار داده بود و منهدم کردن و سالم برگشتن. یک دونه از اون هواپیما آسیب دیده بود که تو سوریه نشسته بود، شادروان محمود اسکندری، این قهرمان ملی، اونا از وسط خاک عراق بدون سلاح و مهمات آورده تبریز نشونده. میخوام اینو عرض کنم بهتون، دلاوری که بچهای خلبان ما کردن تو دنیا بی سابقه بوده اون زمان، اصلا قابل مقایسه با این پرواز فانتزی که میکنن و حالا رسانم کمکشون میکنن نیست. سوالت بپرس. یکی از در واقع پاسخهایی که شما توی بخش اول دادید ذهن من رو مشغول کرد، در مورد در واقع خرابکاری هایی که سپاه پاسداران در درون نیروهای مسلح میکنه که در واقع ازش بهره برداری بکنه. راجع به این خواستم از سوال بپرسم. نمونه‌اش هم گفتی احتمالاً سهم هم میتونه در این اشل قرار بگیره و صحبت از ادغام کردی. تلاشی انگار داری میشه در سپاه پاسداران که این ارتش رو هم آلوده بکنن به همان ویروسی که خودشون گرفتار شدن. اینطوره؟ دقیقاً همینطوره. من یه نکته رو عرض کنم. ارتش شاهنشاهی خودتون میدونید که گرید پنجمین ارتش جهانو داشت. یعنی میشه گفت یه ارتش قدرتمندی بود در لول 1، تنها ارتشی بود که میتونست هوا برد کنه، هلی برد کنه، هوا نیروز یک خاورمیانه و دومین هوا نیروز جهان رو داشت و یک ارتش بسیار بسیار قدرتمندی بود. به طور نمونه بگم مستشاری که ارتش شاهنشاهی انجام میداد جزء حافظین سازمان ملل، حافظین صلح، نیروهای حافظین صلح سازمان ملل بود. یعنی ما یگانهایی داشتیم کلاهابی بودن. سرتیب آذرفر در لبنان مستقر بود، آبشناسان در ویتنام بود. خیلی از دلیران ارتش ایران این حافظان صلح بودند. عملیات خارج از کشوری هم که کرد نجات کشور عمان بود. از چی؟ از ورود ماوستا و کمونیستا جلوشون رو گرفت. عرضم به حضور شما اینه که پس اصلا قابل مقایسه با کاری که سپاه پاسداران امروز داره میکنه با حزب الله و تروریستی و اینا نیست. یه ذره سریع‌تر بگم، وقتم نیست، برسیم به سوال شما.
بله متاسفانه این کلید و سپاه پاسداران از وقتی که داره هی تروریستی اعلام میشه زده، داره ارتش رو به موانی مختلف از بحث معیشتی، بحث تجهیزات و خیلی چیزای دیگه داره توش خرابکاری میکنه، تحت فشار قرار میده، میخواد سلطه پیدا کنه. با توجه به نافرم بودن نوع آموزشی که سپاهی ها میبینن و اون وضعیتی که ما ارتش ما داره، ارتش ما داره، سپاه داره فشار میاره بتونه بخش هایی مثل نیرو هوایی، هوا نیروز، بخش های شاخص ارتش ایران مثل پدافند هوایی، حتی نیروی دریایی اینا رو در اختیار بگیره که اگه فردا روزی دارن ایران رو حراج میکنن، در اختیار روسا قرار میدن، در اختیار چینیا قرار میدن یا کشورهای دیگه میخوان قرار بدن، غیرت ارتشی ها و وطن پرستی ارتشی ها مانع این خیانتی که میخوان به کشور ما بکنن نمیشه. حالا بحث طولانی شد، امیدوارم بتونیم هفته دیگه هم هر دو رو عزیز رو داشته باشیم و همین بحث رو ادامه بدیم، به خاطر اینکه واقعا مهمه بودجه ها رو همینجور سرازیر سپاه پاسداران اصلا قابل مقایسه نیست. بودجه های اینها به قول شهرام سبزواری اصلا قابل مقایسه نیست. یک خبری آمده بود شهرام، گفتن در کمیسیون حقوقی یا یکی از این کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی کردن برای افزایش حقوق پرسنل، راجع به اون چه چیزی میدانی؟ ببین اینا همه یه جور بازیه، ما افزایش حقوق الان نداریم وسط سال، بودجه بسته شده، بودجه انتهای سال گذشته بسته شده در اسفند ماه، الان وقت تخصیص بودجه هاست. اونجوری که من اطلاع دارم برای خوراک و پوشاک پرسنل وظیفه حتی پول به اندازه کافی نیست که تا آخر سال بره، برای سوخت ماشینا حتی پول به اندازه کافی نیست، سوخت پرنده های آلرت بودجه ندارن و سوختش کمبود دارن. متاسفانه ما الان خیلی مشکل داریم، خیلی میشه گفت یه بحران بزرگی دور سر ارتش ما میچرخه و همینایی که عرض کردم خدمت جنبندیش میشه همینایی که طول برنامه گفتیم. شهرام یه حدود یکی دو دقیقه دیگه مونده، فقط من کوتاه بپرسم، یه سری از این دلال ها و قاچاقچی ها بودن که قطعات استوک رو از بازارهای منطقه‌ای می‌خریدن و با واسطه به دلال‌های می‌رسوندن که به ارتش می‌رسون، از جمله در هوا نیروز یا نیروی هوایی، با کارهایی که احتمالاً سپاه پاسداران داره برای در واقع سر ارتش خالی می‌کنه، احتمالاً اون مجاری هم قطع بشه. اینطور نیست؟ اگر قرار بگیره در فهرست سازمان‌های تروریستی سپاه، فکر می‌کنم به بعضی از قطعات و ماموریت‌هایی هم که ارتش داره لطمه بخوره. تقریباً قطع شده، می‌دونید دارن اینا روسیزه میکنن ارتش ایران رو، شرقی میکنن، در از اون غربی میبرن. همون حادثه میشه که F-5 رو دیدی، صندلی میگ 25 مثل اینکه روشون قرونده بودن، دو تا از بهترین خلبانای ما رو کوبید به سقف آشیانه، یعنی به معنی که هواپیما رو روشن کردن صندلی ها خودکار ایجکت کرد و خلبانا خوردن به سقف آشیانه و شهید شدن. این کاریه که دارن میکنن، یعنی قطعات همه از بین رفته و دارن میخورونن، هی از اون ور میدارن به این میخورونن، از این ور میدارن به اون میخورن. قطعاتی هم که روسیه داره در اختیارشون میذاره اکثرا معیوبه. تا قبل از این جنگ اوکراین بخشیش از اوکراینی ها میگرفتن که الان دیگه اوکراین هم باشون همکاری نمیکنه. من شنیدم میخوان راجع به موتور برن از چین یه خریدی بکنن، اون پروپوزالش رو دیدم، میخواستن از قطعات موتوری رو، موتورای جت رو از چین بگیرن و برای سیستم رادار F-14 دارن با چینی ها مهندسی معکوس میکنن که قطعا نابود میشه سیستم رادار F-14. به قول خودت دارن یه ارتش خلقی جدید تولید میکنن. ممنون از اینکه دارن اصلا یه ارتشی دارن، ببخشید این مثال رو میزنم، شترگاف پلنگ، هر چیزش رو بعد یه چیز دیگه میکوبن به این، از اون میزنن به این. اینا شدنی نیست، یعنی شما یک رادار F-14 رو نمیتونی به وسیله قطعات چینی فعالش کنی، یه چیز مثل ماکت میشه دیگه. جناب سرهنگ ایزدستان، به قول خود شما اون درختی رو که 100 سال پیش خاندان پهلوی کاش دارن، اینا مثل که اسید میریزن باشن. یک دقیقه پایانی هم در اختیار شما جناب ایزدستان میشنویم. من این میخواستم خدمتتون عرض بکنم که اگر زمان
قبل از انقلاب ما ماموریتی انجام میدادیم، نیرو هوایی ماموریتی انجام میداد، مثلا به عنوان ماموریتی که در ظفار انجام دادیم یا در کنگو رفتن یه ماموریت های، اینها از طریق سازمان ملل انجام میشد. اینطوری نبود که یه نفر بخواد یه همچه کاری بکنه بره. شهرام ممنون از اینکه با ما بودید. قربان شما. سپاس از شما. آقای شهرتی ممنون که برنامه رو هدایت کردید. تا برنامه دیگر بدید. تو امثال تو رو مختوم میکردن صدا، تو تصویر من رو به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چیزی تو رو به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زندگی